احزاب و سازمان‌های مختلف اعلامیه‌های فراوانی به در و دیوار تهران چسباندند و بین مردم پخش کردند. آنها طرح‌ها و اسم‌های جدید زیادی برای شناسایی نظام طرح کردند. اعضای نهضت آزادی نام جمهوری دموکراتیک را برگزیدند و کمونیست‌ها حکومت کارگران و بقیه حاکمیت اجتماع بی طبقه توحیدی را برگزیدند که تلفیقی از جامعه کمونیستی و جامعه توحیدی بود. در مقابل مسلمانان انقلابی دولتی موسوم به جمهوری اسلامی را انتخاب کردند. در آن روزگار بارزترین شخصیت مسلمین بنیادگرا مرتضی مطهری و بهشتی در میزه گردهای تلویزیونی نظریات اسلامگرایان را توضیح می دادند. ممکنه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی هایی که خواهند دید و خوشنود خواهند شد، ممکنه پیش خودشون بعضی ها اینجور تفسیر بکنن که آزادی ها و دموکراسی هایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، به دلیل دموکراتیک بودن این جمهوری. ما میخوایم بگیم نه، اینجور نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. جمهوری اسلامی که گفتیم آزادی و حقوق و فرد و دموکراسی هم در بحث این. هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره و اون اینه: وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانن، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. امام خمینی نامگذاری ماهیت نظام را به رفراندوم گذاشت. بازرگان پیشنهاد داد که نام نظام جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد. امام پیشنهاد او را نپذیرفت و اصرار کرد که رفراندوم بر سر جمهوری اسلامی باشد، نه یک حرف بیشتر نه یک حرف کمتر. امروز مردم توجه پیدا کردن به اینکه نباید یه اقلیتی برای یک اکثریت قاطع حکومت کند. این مطلب پیدا شده در ذهن مردم. در بلاد اسلامی این مثلا تر هست الان که باید ما یه جمهوری اسلامی داشته باشیم. ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم و اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم یه شاهنشاهی دیگری جاش بگذاریم به طور مسائل غربی. رفراندومی که در مورخه 3 مارس 1979 اجرا شد، جواب این سوال بود: جمهوری اسلامی آری یا نه؟ جمهوری اسلامی نعم ام لا؟ جمهوری اسلامی بنابراین هم خواسته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس مصلحت اندیشی های دینی و اون حقی را که برای ولی فقیه خداوند قرار داده بود، هم خواسته ایشون بود و هم اکثریت قاطع مردم. کمیته مسئول نتایج رفراندوم اعلام کرد که بیش از 98% مردم ایران به جمهوری اسلامی آری گفتند و در اول آوریل 1979 جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام شد.
امام از کوشش و تلاش برای بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران دست نکشید و بعد از رفراندوم دستور تشکیل کمیته‌ای از خبرگان منتخب مردم برای تنظیم قانون اساسی را صادر کرد. از مردم خواستند که برای تعیین نمایندگان که کارشناسانی هستند نسبت به قانون اساسی، نمایندگانی را در سراسر کشور و استانهای مختلف کشور نمایندگان تعیین کنند. به هنگام تنظیم و تدوین قانون اساسی، از آنجا که اعضای آن صاحب افکار متنبعی بودند، برای تطبیق قوانین با اصول دین بحث‌ها و مناقشات زیادی شد تا در نهایت رأی اکثریت موافق بر آن قرار گرفت. باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع در چارچوب شرع، اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخوان دست از این چارچوب خارج بشن، اصلا وکیل نیستن برای او. الان اگر چنانچه شما بخواید یا بعضی از شما بخوان که جمهوری اصلا نباشد، بحث را ببرن روی رژیم سلطنتی، شما حق دارید رسیدگی بکنید، شما حق رسیدگی ندارید، برای که جمهوری اسلامی را شما حق رسیدگی. در مورد بند ولایت فقیه در قانون اساسی ایران اختلافات شدیدی بین خبرگان مجلس، مهندس بازرگان و ابوالحسن بنی صدر به وجود آمد. خب از این قبیل برخوردها بود، این دفعه دیگه کار رو به جایی رسوندن که او احساس کرد دیگه نمیتونه بمونه. یه بار دیگه میخواست استعفا بده، پشیمان شد. سر مسئله ولایت فقیه وقتی که تو مجلس تو خبرگان داشت تصویب میشد، تو دولت اینا رأی گرفتن که استعفا بدن، مجلس خبرگان منحل کنن، اگر نتونن خودشون استعفا بدن. امام اون موقع تهدیدشون کرد، استعفا ندادن، نصیحتشون کردن. بنی صدر اومد مطرح کرد، از همون روزهای اول معلوم شد که ایشون چه دید. اومد و صریح گفت این یک دیکتاتوری آخوندیه و شما میخواید این دیکتاتوری رو وارد قانون اساسی بکنید، که تعدادی از شخصیت هایی که اونجا بودن تحمل نکردن، شروع کردن پرخاش کردن، ناراحتی کردن که تو مدتی که این عزیزان همه در تبعید بودن، شکنجه میدیدن، تو زندانهای سخت بودن، اینجا نبودی، حالا هم اومدی همون تفکر شاهمنشانه رو میخوای پیاده بکنی، برخورد تند شد. همواره رهبران مذهبیمون رو مردم خودشون میپذیرفتن، یا با رأی مستقیم، یا با انتخاب مستقیم، یا با انتخاب غیر مستقیم، یا خودشون شناسایی داشتن که این فرد شایسته آن است که به عنوان عالم دینی و رهبر دینی روستا، رهبر دینی محل، رهبر دینی در مسجد محله، رهبر دینی در شهر، یا رهبر دینی در کشور، یا رهبر دینی در جامعه بزرگ اسلامی شایسته آن است که مورد قبول قرار بگیره. و وقتی اکثریت مردم یک کسی رو به این عنوان قبول میکردن، این میشد رهبر بزرگ، رهبر درجه اول، مرجع اعلی. اختلاف دیگری که بعدها پیش آمد، اختلافی شدید در مورد قانون قصاص بود. جبهه ملی به رهبری کریم سنجابی و مهدی بازرگان به تدوین این قانون که به قانون جزا معروف شد اعتراض کردند. آنها اعلامیه‌ای صادر کردند و مردم را به تظاهراتی بر ضد این قانون که آن را غیر انسانی قلمداد کردند فراخواندند. یا در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضیتون از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راه پیمایی در مقابل قانون الهی، تکلیف دیگه ندارید. شما آیان تمام تکلیف ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یه تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را
به هم زدن. سه نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. وقتی این صحنه ها را فیلم برداری می کردیم، فیلم بردار ما با چاقو مجروح شد و پایش 27 بخیه خورد. متاسف باشم، من باید بسیار متاسف باشم از اینکه غیب نمیدانم، نمیدانستم در جنته اینها چی است. من بعضی از اینها را میپذیرفتم، بشونه هم محبت میکردم، لکن نمیدانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام میکنند و به طور صریح مردم را دعوت کردند به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن را، ولا حول ولا قوت الا بالله. در یک کشور اسلامی اینطور سب بر قرآن و سب بر اسلام به مرآ و منظر مسلمین بشه؟